و شای خبرها سازمان ملل متحد بار دیگر از ادامه تلاش‌ها برای تعیین نمایندهش برای افغانستان سخن می‌زند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به آنکه درباره زمان مشخص این مسئله جزئیات بدهد، می‌افزاید که روند تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان ادامه دارد. اما امارات اسلامی بار دیگر تاکید می‌ورزد که اکنون در افغانستان امنیت و ثبات تأمین شده است و در موجودیت نهاد یونما در افغانستان نیاز به نماینده ویژه نیست. امارت اسلامی بارها کار روی گماشتن یک نماینده ویژه در امور افغانستان را غیر ضروری می داند. برخی از آگاهان مسائل سیاسی در پیوند به این مسئله دیدگاه های گوناگون دارند. افغانستان که بحران نسته او ځنګړی استازي ته اړتیا هم نسته. د افغانستان پخوانی تجربه دا ده چې هر وخت د هغوی ځنګړی استازي ټاکل سوی افغانستان ته، نو هغوی په دسیسو باندې کار کړی، افغانستان کې د ناامنۍ دپاره کار کړی، سیاسي استقرار یې له منځه وړی. اگر وحدت و یک پارچگی افکار عمومي پیرامون قضیه افغانستان منسجم شود، در او صورت میتونه که امارت اسلامي را متقاعد بسازن که نماینده ویژه میتونه به نفع افغانستان باشه. یک عضو مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا بار دیگر از آنچه که اوضاع دشوار صحی رایان کوربت زندانی آمریکایی در افغانستان می‌داند ابراز نگرانی کرده است. میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواه مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا گفته است که با گذشت 2 سال از زندانی بودن آقای کوربت، امیدها برای برگشت او به خانه کمرنگ شده. این در حال است که پیش از این سخنگوی امارت اسلامی گفته که شهروندان خارجی به اتهام تخلفات قانونی در کشور بازداشت شدند. هرچند امارت اسلامی به تازگی در این مورد چیزی نمیگوید، اما پیش از این سخنگوی امارت اسلامی در بند بودن 2 شهروند آمریکایی را تایید کرده و گفته بود که این شهروندان خارجی به اتهام تخلفات قانونی در کشور بازداشت شده اند. از سوی هم برخی از آگاهان مسئله در بند بودن شهروندان آمریکایی را در تعامل آمریکا و امارت اسلامی مهم میخوانند و بر حل آن از راه گفتگو تاکید میورزند. بر تعاملات سیاسی و زندانی هایی که هستند هر دو طرف باید سر از این بحث شوند. حکومت افغانستان هم حق ازیره داره که کسایی که در بند امریکا به سر میبرند و اینا را تبادله بکنند. یک اصل است، اصول است در دنیا، باید از امی تعامل کار گرفته شود. حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان بار دیگر بر بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران تاکید ورزیده است. آقای کرزای در پیام عیدیش گفته است در صورت داشتن یک کشور مستقل و آباد باید با آموزش و تربیت کودکان به شمول دختران و پسران توجه جدی صورت گیرد. او بار دیگر از مقام های حکومت سرپرست خواسته تا هرچه زودتر دروازه مکتب ها و دانشگاه ها را برای دختران بازگشایی کند. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات در دیدار با سفیر چین از تکمیل شدن کار ساخت سرک واخان در آینده نزدیک خبر داده است. به گفته سخنگوی وزارت، سفیر چین در این دیدار نیز از ادامه همکاری های چین در بخش های تطبیق و توسعه پروژه های انکشافی و ساخت سرک واخان الی چین اطمینان داده است. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید این سرک میتواند نقش بنیادی را در ارتباط افغانستان با شریکان تجاری داشته باشد. اشاره به نقش ساخت سرک واخان در رشد اقتصادی دو کشور گفته است که کارهای مقدماتی این سرک به شدت جریان دارد و در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز ساخت سرک واخان را در افزایش شرکای جدید تجاری افغانستان مهم عنوان می کند. افغانستان پا وچه که پروت یو هیواد دی او ضرورت لری چه تخبول و طول همسایگان است، خصوصا در اغا همسایگان است را چه اغا په اقتصادی لحاظ لور اهمیت لری روابط ټینګین. لهذا د اقتصادي روابطو د ټینګېدو دپاره د واخان کریدور یو مهمه او ستراتیژیک اقتصادي لار ده. برخی از آگاهان سرمایه گذاری چین را در بخش های زیربنایی و انکشافی در افغانستان از بهر ایجاد فرصت های کاری در کشور سودمند می داند. این در حالی است که پیش از این سخنگوی امارت اسلامی ساخت و ساز دهلیز واخان با چین، آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس و استخراج معادن بیشتر در کشور را از اهداف بزرگ امارت اسلامی در سال 1402 خوانده بود. وزارت شهرسازی و مسکن از ساخت 4 ترمینل از بهر کاهش ازدحام ترافیکی در آینده نزدیک در کابل خبر می‌دهد. و گفته مسئولان در این وزارت قرار است این 4 ترمینل در 4 زون پایتخت برای موترهای باربری ساخته شود. همزمان با این برخی از باشندگان کابل ساخت این ترمینال ها را برای کاهش ازدحام ترافیکی سودمند می‌دانند.
دهد. به گفته سخنگوی این وزارت قرار است کار عملی این ترمینال ها که برای موترهای باربری ساخته می شود در آینده نزدیک آغاز شود. په کابل ښار کې د ترافیکي ګڼې ګڼې کچه راکمول او خپلو ځایونو ته د هیوادوالو پر وخت رسیدو په موخه باندې د کابل په څلورو زونونو یا په څلورو دروازو کې ترانسپورتي او باربري ترمینلونه جوړ شي چې په دې سره هیله او امید مو دارې په کابل ښار کې د غشته ترافیکي ګڼه ګڼه دا راکمه شي. همزمان با این شماره از باشندگان کابل بان که از ساخت همچون ترمینال ها ابراز خرسندی می ترمینال که در داخل شهر کابل ساخته شد بر ما ازدحامش هم کم میشه و بهترین کار هم میشه. در هر کس میتونه که از یک جای در دیگر جای بسیار با سهولت آرام آسوده برفته بتونه. بسیار زیاد آسوده میشه بر مردم چرا که میال فعلا هم تا ای که شار میری پس می بسیار وقت میگیره. این در حال است که پیش از این ریاست عمومی ترافیک از برنامه هایشون از بهر کاهش ازدحام ترافیکی در روزهای عید خبر داده بود. زمین یک باغچه در سمنگان به گونه ناگهانی 5 متر فرو رفته است. حشمت الله رحمانی سخنگوی فرماندهی امنیه سمنگان میگوید حوالی ساعت 4 عصر روز گذشته باغچه یک حویلی در روستای سنجتک در مربوطات مسجد خستی ها به گونه ناگهانی 5 متر فرو رفته است. به گفته آقای رحمانی علت این رویداد روشن نیست و تلفات جانی هم در پی نداشته است. با ادامه خبر ده خوش آمدید. در حالی که بسیاری از مردم با خریدن لباس جدید و میوه عیدی به استقبال عید سعید فطر می روند، برخی از مردم به علت بیپولی و ناداری هیچ آمادگی به عید نگرفتند. شماری از باشندگان هرات می گویند به علت چالش های اقتصادی و از دست دادن درآمدشان مانند عیدهای گذشته توان خرید میوه عیدی و لباس به فرزندانشان را ندارند. در سوی دیگر چالش های اقتصادی و بیکاری این روزها بر بازار فروش میوه های عیدی در شهر هرات نیز سایه انداخته است. نثار احمد برای خرید میوه عیدی به بازار آمده است. او کشاورز است و از ولسوالی انجیل هرات به شهر آمده است. با گفته نثار احمد نسبت به گذشته نادارتر شده و امسال مانند دیگر عیدها میوه عیدی خریده نمیتواند. از نگاه کار و از نگاه درآمد و عایدات همه چیز بود، اما امروز که هست از اقتصادی کار نیه، عایدات نیه و این مشکل دست پنجه نرم. وضعیت بسیاری از مردم اینجا در بازار هرات همانند نثار احمد است. با گفته آنان به علت مشکلات اقتصادی و کمپولی سفره های ایدیشان نسبت به گذشته کوچکتر شده است. باغ اخستل ته یو نیم کیلو دو کیلو مثلا د میوجات شي اخستل شار کا چګور مثلا وځه تل دی په د شپاش تیر نیم کیلو ته تلور تیر اسی چې مثلا ګرانتار وتی بیا هم لشتاره خو بده چې سات د خلکو ضعیف دی په فا کې 2 کیلو اخستو 3 کیلو اخ انو مجبور دي د اختر میوه ده چې په کورو دارم اخ مجبور دي چې وای اخ. ناداری و چالش های اقتصادی در جامعه امسال بر بازار فروش میوه های ایدی در شهر هرات سایه انداخته است. با گفته شماری از این فروشندگان نسبت به ایدهای گذشته امسال مشتریانشان کم شدند. ارزون هم هست، پول نیه، اجبار وضعیت خراب، اقتصادی وضعیت مردم خراب، بازار که ضعیف سست، وضعیت خراب، مردم از بابت مردم ندارم، پول چیزی ندارم، کار کمه. خرید میوه ایدی و لباس نو از رسم و رواج های کهن افغان ها در روزهای عید است. سازمان جهانی بهداشت از احتمال انتقال بیماری پولیو از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با پخش گزارش گفته است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ورود آنان به کشور میتواند شمار واقعات بیماری پولیو در کشور را بیشتر سازد. این سازمان افزوده که از بهر جلوگیری از افزایش این بیماری تطبیق 175 میلیون واکسین فلج کودکان را در مرز افغانستان و پاکستان از آغاز سال روان میلادی تا ماه جون ادامه خواهد داد. اخراج مهاجران افغان از پاکستان احتمال انتقال این ویروس را به افغانستان بیشتر ساخته است. در بخش از این گزارش آمده است با آنکه آمار تر است که در مرزهای که در کشور منتهی میشه تیم‌های سیار، تیم‌های فوق‌العاده متحد و متخصص و دلسوز بگمارند تا هر طفلی که وارد افغانستان میشه با فامیلش فامانده شود که پولیو این تک مریضی است، واکسینش این قسم است.
بر بنیاد این گزارش، دو واقعه تازه در سال 2024 میلادی در پاکستان به ثبت رسیده است، اما با آنکه در سه ماه گذشته هیچ مورد مثبت بیماری پولیو نزد کودکان در کشور به ثبت نرسیده، پرسش این است که چگونه با ورود مهاجران افغان از پاکستان به کشور از افزایش این بیماری جلوگیری شود؟ بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت که در این گزارش نیز به اشتراک گذاشته شده است، بیش از 600 هزار مهاجر اخراج شده تا اکنون از سوی سازمان جهانی مهاجرت و کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت شدند که تخمین زده می شود تا 1,700,000 نفر تحت تاثیر قرار گرفتند. یک بار دیگر خوش آمدید. وزارت معادن و پترولیم آمار می‌دهد که در 150 معدن کوچک 10 میلیارد افغانی و در 30 معدن بزرگ 7 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده است. سخنگوی وزارت می‌گوید که در سکتور معدن افغانستان بیش از 150 هزار تن نیز کار می‌کنند. با این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید معادنی که از سوی وزارت معدن و پترولیم با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد شدند در توسعه اقتصاد کشور اثرگذار بودند. وزارت معادن و پترولیم میگوید که این وزارت 180 معدن خرد و کلان را به شرکت‌های داخلی و خارجی به قرارداد داده و در آنها با بیش از 150 هزار نفر نیز زمینه کار فراهم شده است. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌افزاید که در قرارداد معادن به مقیاس کوچک 10 میلیارد افغانی و در معادن بزرگ 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. در مجموع میتونیم گفته که در تمام پروژه‌های وزارت معادن و پترولیم برای فعلا 150 هزار هموطنهای ما به شکل مستقیم و غیر مستقیم مصروف کار هستند. برای لویزی ما استخراج سنگای قیمتی داریم، ساحات زرشویی داریم، استخراج نفت و گاز داریم، قراردادهای مقیاس کوچک و بزرگ داریم در ولایت های مختلف از منرال های مختلف. همزمان با این اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز می گوید که استخراج معادن به قرارداد داده شده اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته است. معدنهای قیمتی و نیمه قیمتی که الکی اکثریتشان معدن نیمه قیمتی هستند و به قرارداد داده شده، تاثیراتش بالای اقتصاد ملی ما مثبت است و دیگه هم باید رشد بکنند. از سوی دیگر برخی از آگاهان مسائل اقتصادی بر پالایش مواد معدنی در داخل کشور تاکید می‌ورزند و می‌افزایند که در صورت ایجاد کارخانه‌های پالایش در کشور، افزون بر ایجاد کار برای مردم، اقتصاد کشور نیز رشد خواهد کرد. معدن یکی از بخش‌های خیلی اساسی و مهم است. اگر پروسس و تولید در داخل کشور شود، بعدش روی صادراتش فکر شود، این می‌تونه بیشتر منفعتش به افغانستان و اقتصاد ما باشه تا اینکه ما این را به شکل مواد خام به بیرون از کشور صادر بکنیم. بر بنیاد اطلاعات وزارت معادن و پترولیم 150 معدن کوچک به شرکت‌های داخلی به قرارداد داده شده و 30 معدن بزرگ به شرکت‌های چینایی، ایرانی، ترکی، قطری و برخی دیگر کشورها که شرکای افغانی نیز دارند قرارداد شده‌اند. ادامه خبرها در تولو نیوز. کشاورزان در هلمند میگویند پس از منع کشت کوکنار با چالش‌های اقتصادی زیادی روبرو شدند. آنان با انتقاد از حکومت سرپرست میگویند تا اکنون برایشان زمینه کشت بدیل را فراهم نکردند و با کشت کردن گندم و جواری مصارف کشاورزیشان را تامین کردن نمیتوانند. اما رئیس زراعت و آبیاری هلمند میگوید تلاش‌ها از بهره فراهم کردن کشت بدیل آغاز شده و تا اکنون 10 باغ خرما در این ولایت ایجاد شده است. هلمند که به لحاظ جغرافیایی از تمام ولایت‌های افغانستان بزرگتر است، برای کشاورزی دشت‌های وسیعی دارد. در گذشته بیشترین کشت کوکنار در هلمند صورت می‌گرفت و بزرگترین بخش مواد مخدر جهان نیز از همین ولایت تامین می‌شد. اما اکنون باشندگان و کشاورزان در این ولایت می‌گویند که در سال‌های پسین نه تنها خشکسالی آنان را سخت زیانمند ساخته است، بلکه پس از منع کشت کوکنار نیز چالش‌های اقتصادی آنان افزایش یافته است. آنان از حکومت سرپرست خواستار کشتی بدیل مناسب هستند. شش کال چدی ابنگم بنج سوجی اسلامی امارات چراغلی دی ان تاریاکم بن سوی دی وس یو غنم کرو کال نمز مز پام بارو وس رسیجی نمو پتوخم وس رسیجی نمو پیو وس رسیجی مز غریبان خلگی و مز تدی په بدل کی داش سی عراقی چگاټه وکی گران شان کی خونو وس کا غنم جواری مز کرو هغه و گونی مز ته پاتل زر راکی پاره کی مز تا کټنر پر مز تا وانی درشتیا گوتا وای
کارشناسان مسائل کشاورزی نیز بر این باور هستند که حکومت سرپرست به جای کوگنار با ایجاد باغهای انگور، پسته و انار برای کشاورزان در هلمند باید مشکلات موجود را تا اندازه زیادی برطرف کرده و از این راه گذر سکتور کشاورزی را نیز رشد دهد. دلته د تریاکو بدیل کېدل سي چې په لومړی قدم کې د انګورو باغونو نشه تجاور کې د انارو ده او دې ته ورته پیسې په جنوبي ولسوالۍ کې نه شمالي ولسوالۍ کې کېدل سي بعضي ورایټي د سیب بدیل سي. په عموم کې تریاک په هغو نقطو کې ډیر کرل کېدل چې هغه د شتې سیمې وي موږ چې اوس د شتې سیمو کې د باغونو نه سوی شوالی نو د دې دپاره ښه بدیل د هنجي زعفرانو او زیرې کښتونه کېده. ریاست زراعت و آبیاری هلمند میگوید که به خاطر جایگزینی کشت کوگنار تلاش ها به هدف ساخت باغهای خرما در این ولایت را آغاز کردند و تا کنون 10 باغ خرما نیز ساختند. او میگوید که تلاش میکنند تا به همکاری مالی نیازهای کمک کننده تخمای اصلاح شده و کود کیمیاوی را نیز در اختیار کشاورزان قرار دهند. د شنو خونو جوړول دي شنو خونې په تیر کال کې جوړې شوې دي او روان کال کې ان شاء الله تیر کال کې موږ شپږ شنو خونې جوړې کړې دي روان کال کې به ان شاء الله او عزیز تر شنو پرې شنو خونې د وزارت په طرف څخه مېلمن کې ان شاء الله خلکو ته جوړ شي. بر اساس معلومات مسئولان محلی پس از آن که امارت اسلامی کشت کوگنار را منع قرار داد حدود 5000 جریب زمین در این ولایت از وجود کشت کوگنار پاکسازی شده است. فروشندگان میوه خشک در شهر مزار شریف میگویند بازار فروشاتشان در شب و روزهای عید بیشتر رونق گرفته است. آنان میگویند مشتریان زیادی دارند و تا نیمه های شب سرگرم فروشند. شماری از باشندگان مزار شریف که توانایی خرید به روزهای عید را دارند میگویند عید بهانه خوبی برای ایجاد صمیمیت و دید و بازدید با دوستانشان است. با فرارسیدن روزهای عید فطر شهر مزار شریف نسبت به دیگر روزها پر جنب و جوش است و بیشتر باشندگان بلخ به هدف خرید مواد مورد نیازشان به شهر مزار شریف می آیند. این باشندگان می گویند که به بازار فروش میوه های خشک آمدند تا به خرید میوه خشک و دیگر خوردنی ها سفره های عیدیشان را رنگین سازند. ماشاءالله جنب و جوش بسیار زیاد است. از بس که جنب و جوش است دیگه تقریبا رابندان است. بدون از اینکه موتر باشه و گپ سخن باشه دیگه ما پیش سودا آمدیم. بعض به چیزایی که ضرورت داشتیم همینجا گرفتیم. نخود خریدیم، کشمش خریدیم، میخوایم که بادام بخرم، پسته بخرم، جلوازه بخرم، کاجو بخرم، بسکیت بخرم، کیک بخرم، این چیزا بخرم. نرخ نامه دارن، دیگه دارن، کسی قیمت سوداگر نمیتونه. فروشندگان میوه خشک در شهر مزار شریف میگویند که هرچند بیشتر مردم اوضاع اقتصادی خوبی ندارند اما با آن هم بازار فروشاتشان در شبها و روزهای عید بیشتر رونق گرفته است و تا نیمه های شب سرگرم فروش هستند. مردم ما و شما مسلمان دو خوشی داره دیگه. باز نمی عید بیشتر اگه داشته باشه نداشته باشه کوشش میکنه یک میوه خشک بگیره، بلند نیم سادهش میگیرن. امسال کاروبار در اصلی قناتی بیادر بسیار افزایش یافته و دیگه که جمع جوش مردم هم نام خدا بسیار زیاد شده و دیگه علمیالو که میبینین جمع جوش تا ساعت 12 را این تو در دوکاکین جریان داره و ما دو شب است این تو کم خواب هستیم دیگه. بیروبار مردم هم خیلی زیاد است. از سوی دیگر یک عضو تیم نظارت از نرخ‌های شهرداری در مزار شریف میگوید که نرخ تمام مواد خوراکی به ویژه میوه‌های خوش را زیر نظارت دارند و به علت گران فروشی و تخلف از نرخنامه آنان بیش از 80 دکان را نیز مسدود کردند. در طول ماه مبارک رمضان که یک تعداد دکاندارای خوراک فروشای میوه خشک و چیزا را که میپروختن به اثر کم بودن وزن و گران فروشی به تعداد 85 باب دکان از نقاط مختلف شهر مسدود شده. دکانداران در شهر مزار شریف در حالی از رونق گرفتن بازار فروششان سخن میزنند که در شماری از ولایت‌های دیگر شهروندان کشور از نداشتن توان مالی برای خرید مواد مورد نیاز به روزهای عید شکایت کردند. یک خانواده مسلمان چینی در کندهار روزانه برای مهاجران برگشت کننده افطاری تهیه می کند. اعضای این خانواده چینی می گویند افطاری را خودشان تهیه می کنند و هدفشان از این کار دستگیری نیازمندان است. محمد عمر عمری یک بازرگان مسلمان چینی مقیم کندهار در 10 روز پسین ماه رمضان روزانه برای ده ها مهاجر اخراج شده از پاکستان در ناحیه پنجمین ولایت افطاری تهیه می کند. این بازرگان چینایی و خانمش می گویند که می خواهند با توزیع افطاری به شهروندان نادار افغان یاری رسانده
و از حال و احوال آنان با خبر شوند. امسال کارهای بازرگانی ما چندان خوب نبود، اگر نه برای شمار زیاد از خانواده های نادار غذا فراهم می کردیم. اما باز هم غذای آماده شده به دست خود را اینجا برای افراد مستحق توزیع می کنیم. این غذا را ما در خانه خود می پزیم و می خواهیم که افراد نادار از این غذا استفاده کنند و برای افطاری یک چیز داشته باشند. اما این مهاجران برگشت کننده از حکومت سرپرست خواستار فراهمسازی سرپناه و از زمینه آموزش برای کودکانشان هستند. پرسته نمیداده چه نورم از مستر دردگاه کمک بکیه، مستد کمک بکیه. اما سل ورگانون داد توجه که مستر سرپناه زای را برابر کیه. جین پیشنان ماشمان اوست دلت للمر للاه که مر للاه سوار کرو. مجی وزنی ننه دا برابر. مجتمانی توی لالت پا پاکستان که پاتسی سویدی. ورور لاغه ته دل شراغنی ورس دغه اوس غد لا لوجی لا دتن سره ما خامخ بیلت خوشسالی های پیهم مهاجرت ها و نبود فرصت های کاری هم اکنون شمار زیاد از شهروندان کشور با چالش های جدی اقتصادی روبرو بوده و نیاز به کمک های فوری بشر دوستانه دارند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که در یک ماه پسین بیش از 30 گردشگر خارجی به این ولایت آمدند. به گفته مسئولان این ریاست، گردشگرانی که به هدف بازدید از مکانهای تاریخی به بلخ آمدند از کشورهای اروپایی و آسیایی اند. از سوی هم شماری از گردشگرانی که به این ولایت سفر کردند میگویند افغانستان یک کشور پر از جاذبه با مردمان مهمان نواز است. این گردشگران که شمارشان به 4 تن می رسد از کشورهای چین و بریتانیا به افغانستان آمدند. آنان افغانستان را از لحاظ فرهنگ و تمدن یک کشور پر جاذبه دانسته می گویند که در ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن روزهای عید همه چیز در افغانستان جالب و دیدنی است. این گردشگران می گویند که افغانستان یک کشور پر از جاذبه با مردمان مهمان نواز است و آنان پس از برگشت به کشورهایشان دیگر دوستانشان را نیز تشویق خواهند کرد تا به افغانستان سفر کنند. فرهنگ مردم افغانستان حیرت آور، دلچسب و بسیار قدیمی است. مردمان افغانستان بسیار مهربان هستند و پیش آمد و مهمان نوازیشان بسیار عالی است. حالا که ما در ماه رمضان و در آستانه عید آمدیم، مردم خیلی شتاب زده هستند و همه چیز عالی است و ما احساسی جالبی داریم. ما از چین آمدیم و تاریخچه افغانستان برای ما بسیار دلچسب است. در آغاز از کابل و سپس از مزار شریف لذت بردیم. اینجا واقعا زیباست و تاریخ بسیار کهن دارد. 3 روز پیش ما پایتخت کابل رسیدیم. ما غذاهای محلی بسیار خوشمزه ای را امتحان کردیم. غذای اینجا واقعا عالی و خوشمزه است و در سفرهایمان احساس امنیت می کنیم. ما با افراد صمیمی زیادی آشنا شده ایم که باعث شدند در سفر ما به افغانستان احساس خوشحالی کنیم. از سوی دیگر باشندگان بلخ از حکومت سرپرست می خواهند تا به هدف جذب گردشگران سهولت های بیشتری را در این ولایت فراهم سازد. گردشگری در صد جهان مروج است. در افغانستان وقتی گردشگر بیاید خب روند اقتصادی چرخش پیدا میکنه، او در روند اقتصاد مفید است. دلالت به این میکنه که افغانستان یک بستر آرامش، امنیت، مورد فوکس دنیا و جهان امروز است. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون بیش از 30 گردشگر از کشورهای گوناگون به این ولایت آمده و از مکانهای تاریخی این ولایت بازدید کردند. با تعداد 34 تن گردشگرهای خارجی از کشورهای مختلف از قبیل سلواکیا، چک، چین، قزاقستان، ناروی، بریتانیا، ترکیه از ولایت بلخ آمدن. بلخ با داشتن مکانهای تاریخی از جمله ولایت‌هایی است که سالانه افزون بر گردشگران داخلی، شمار زیادی از گردشگران خارجی نیز به هدف بازدید از مکانهای تاریخی و ساحات باستانی به این ولایت می‌آیند. شماری از فرهنگیان در ولایت سرپل میگویند بیشتر آبده های تاریخی این ولایت در معرض نابودی قرار دارند. این فرهنگیان میگویند بیشتر این آبده های تاریخی از 400 تا 1200 سال قدمت دارند و از اثر جنگ های گذشته و بارندگی ها آسیب دیدند. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل از تلاش ها به هدف بازسازی و نگهداری این آبده ها به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سخن میزند.
زیارتگاه امامزاده یحیی ابن زید شهید، خشتپل، مسجد ایدگاه و آبدههای تاریخی و ساحات باستانی دیگر در مرکز و ولسوالی های ولایت سرپل از ساحات هستند که به علت های گوناگون به ویژه جنگ های گذشته و بارندگی ها آسیب جدی دیدند. شماره از فرهنگیان در این ولایت از حکومت سرپرست و سازمان یونسکو خواهان بازسازی و نگهداری از این آبدههای تاریخی و ساحات باستانی هستند. با توجه به جنگ هایی که در افغانستان صورت گرفت، متاسفانه تعداد زیادی از ساحات باستانی و آبدات تاریخی در ولایت سرپل هم آسیب جدی دید که بعضی از ساحات و آبدات تاریخی متاسفانه نابود شد و بعضی از ساحات و آبدات تاریخی نیاز جدی به بازسازی داره. متاسفانه از سالهای گذشته کم توجهی شده به آبدات تاریخی و آثار باستانی ولایت سرپل و هر ساله با فرارسیدن فصل زمستان این آثار تاریخی که قدمت زیادی داره و بر اثر بارندگی ها تخریب میشه و هیچ بودجه کافی در نظر گرفته نشده که از این آثار و آبدات تاریخی حفاظت شود. اما ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل از تلاش‌ها به هدف بازسازی و نگهداری این آبدها به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور سخن می‌زنند. نظمش در مرکز سخه و نظمش در اطلاعات فرهنگ وزارت سخه در غشتنه ده چه در سرپل ولد ابدوت ست توجه و سیمج ان شاء الله پیشنهاد هم ورته کړی دی. یو ټیم هم راغلی و در مرکز سخه حیاتان چې داسې برسیم کړی گزارش هم یو وی. بر بنیاد گفته های مسئولان محلی سرپل بیش از 200 آبده تاریخی و ساحات باستانی در این ولایت وجود دارد که سبتین ریاست هستند و از این میان تنها 24 آبده تاریخی در وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور به ثبت رسیدند. با همین طرف رسیدیم به پایان خبردست. بازگذارم از همراهیتون.